تکلیف انتقال نیمار در لیورپول مشخص می شود. موندو دی پورتیوو می گوید رؤسای دو باشگاه بارسلونا و پی اس جی روز 16 آگست در لیورپول درباره انتقال نیمار از باشگاه فرانسوی به بارسلونا دیدار و مذاکره خواهند کرد. برای دیدن گزارش کامل تا انتها با ما همراه باشید و همچنان کانال ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را بزنید تا از جدیدترین اتفاقها و اخبارهای فوتبالی آگاه شوید و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک کنید. روزنامه اسپانیایی موندو دیپورتیوو میگوید جوزپ بارتومئو رئیس باشگاه بارسلونا روز 16 آگست در جریان اجلاس اتحادیه باشگاه‌های اروپا که در شهر لیورپول برگزار خواهد شد از فرصت استفاده خواهد کرد تا با ناصرالخلیفه رئیس باشگاه پی اس جی درباره انتقال نیمار به بارسلونا صحبت و مذاکره کند. تاکنون با وجود شایعات بسیار درباره این انتقال، بارسلونا از تماس رسمی با پی اس جی خودداری کرده و اجازه داده رابطه نیمار و باشگاه فرانسوی بدتر و بدتر شود. اما موندو میگوید در دیدار رؤسای دو باشگاه در لیورپول که 2 هفته مانده به پایان پنجره نقل و انتقالاتی تابستان انجام خواهد شد، این احتمال وجود دارد که الخلیفه پیشنهاد رسمی به همتای اسپانیایی اش را ارائه دهد. بارسا که در حال حاضر آنتوان گریزمان را جذب کرده به نیمار احتیاج مبرم ندارد و همین باعث شده بارسا نسبت به پی اس جی دستی بالا را داشته باشد. اما سوی دیگر پی اس جی با ستاره روبروست که دیگر خواهان بازی در این تیم نیست، به همین علت چند هفته آینده برای این انتقال بسیار مهم خواهد بود و باید دید رابطه نیمار و باشگاه فرانسوی در این مدت چی تغییر و تحولات را پشت سر خواهد گذاشت. یکی از دلایلی که مدیران پی اس جی را به این نتیجه رسانده که شاید واگذاری نیمار تصمیم درستی باشد، ناراحتی هواداران باشگاه پاریسی از نیمار است که ممکن است فصل بعد برای باشگاه مشکل ساز شود. در نتیجه ممکن است ناصرالخلیفه از فرصت نشست اتحادیه باشگاه های اروپایی در لیورپول برای حل این مشکل و مذاکره با بارتومئو استفاده کند. موندو دیپورتیوو میگوید دو باشگاه بر سر تاریخ ملاقات رؤسای بارسا و پی اس جی موافقت کردند و ملاقات این دو قطعا روز 16 آگست در لیورپول برگزار خواهد شد. اجلاس اتحادیه باشگاه های اروپا به هدف بررسی اصلاحات در رقابت های چمپیونز لیگ برگزار می شود و قرار است این اصلاحات از سال 2024 در لیگ قهرمانان اروپا به اجرا گذاشته شود. بارسا با توجه به جذب گریزمان خیالش از بابت تصمیم الخلیفه راحت است، هرچند ترجیح میدهد نیمار هم در پایان تابستان پیراهن این تیم را برتن کند. مدیران بارسا و کادر فنی این تیم معتقدند تیم ارنستو والورده در سال آینده برای موفقیت در رقابت‌های مختلف به حضور نیمار نیاز مبرم نخواهد داشت. موندو دیپورتیوو میگوید بارسلونا قصد دارد این موضوع خود را با رئیس باشگاه پی اس جی در میان بگذارد که حاضر نیست برای نیمار پولی پرداخت کند، بلکه بیشتر تمایل دارد انتقال نیمار به بارسا در قالب معاوضه با چند بازیکن بارسلونا باشد. با ادعای موندو دیپورتیوو در حال حاضر به نظر میرسد مهره های پیشنهادی بارسا در ازای دریافت نیمار فلیپ کوتینیو، راکتیچ و ساموئل امتیتی خواهند بود. بدون شک بارسلونا 3 تن از بهترین بازیکنان خود را در این معاوضه از دست خواهد داد. اما نقطه سوال برانگیز این هست که آیا نیمار ارزش این 3 بازیکن را دارد؟ لطفا نظرات خود را در این باره در بخش کامنت ها با ما شریک سازید. سپاس از شما دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودید. لطفا برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید و همچنان برای دریافت ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید. شاد و خرم باشید.